هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی درودی دگربار خدمت یکایک شما بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه دهم ماه اکتبر در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها. در هفته گذشته وقایعی رخ داد و برخی از این وقایع کماکان در حال جریان هست که بد نیست به اونها ذیل همین مسئله ورشکستگی عقاید، سنت ها و ساختارها نگاهی بیاندازیم. خب در چند روز گذشته مصادف بود با اهدای یک جایزه نوبل در صلح به خانم نرگس محمدی. اهمیت این جوایز بسیار مهمه، به خصوص برای ما ایرانیان و به خصوص برای اقشاری در جامعه ما که همیشه مورد تبعیض بودن، کسانی که سعی کردند در برابر یک موج فکری در درون جامعه بیستن، اگر ساختارها یا سنتهایی ایجاد شد در برابر اونها قد علم کنن و در نتیجه نشان بدن که این جامعه زنده است، هنوز اون فضیلتهای یک جامعه پویا قابل مشاهده است. اگر فرصت بشه امروز هم، حالا من بحث فضیلت رو مطرح کردم، نگاهی به اندیشه مکیاولی خواهیم داشت در مورد کلمه‌ای به نام ویرتو یا فضیلت، و البته خب در دو جنبه فضیلت برای یک حاکم یا شهریار و بخش دیگر که برای ما مردم ناگفته مانده و فضیلت برای مردم است. یعنی مکیاولی به هر دوش میپردازه، ولی ما چون عادت کردیم و البته هم بی سبب نیست به خاطر ترجمه و در دسترس بودن کتاب شهریار یا پرنس او، ما اندیشیدیم که خب او داره پادشاهان یا حکام رو عادت میده به یک اخلاق خاصی در سیاست یا روش خاصی در سیاست که ذیل اون فضیلت های معنا پیدا میکنه. اما ماکیاولی در کتاب گفتارها یا دیسکورسز سعی میکنه به مردم هم این تذکر رو بده که مردم هم باید دارای فضیلت هایی باشند که اگر کیان جامعه در خطر قرار میگیره، مردم از اون فضیلت ها بهره برداری بکنن و بتونن جامعه خودشون رو حفظ کنن، چیزی که ما امروز بهش نیاز داریم. یعنی همان گونه که شما حکومتی دارید که سعی میکنه از همه ابزارها استفاده بکنه، ما مردم هم باید بتوانیم از همه ابزارها برای برداشتن این رژیم یا هر رژیم استبدادی، دیکتاتوری و رژیم هایی که به منافع ملی ما توجه نمی کنه استفاده بکنه. بله، کتاب گفتارها رو برای ما نخواندن، موارد اون رو شرح ندادن و ما گویی بخشی از اون فضیلت ها رو که نیاز هست امروز داشته باشیم قربانی کردیم، که من عرض می کنم حالا امروز اگر فرصت بشه. خب جایزه صلح نوبل از این بابت مهمه که صدای بانوان ما به عنوان کسانی که در طول این سده ها و قرون که به هزارها هم میرسه همیشه در تبعیض بودن، همیشه در فشار بودن. گاهی این فشارها ناشی از سننی بوده که به جامعه تزریق شده از طریق نظامهای خاص اجتماعی، و گاهی هم این تبعیضهای ساختارمند و سیستماتیک از قبل اندیشه‌های دینی به جامعه ترویج شده، یعنی جنبه تقدس پیدا کرده. و ما در بحث‌های متعددی در مورد باورها کم و بیش به اون پرداختیم در همین برنامه‌های بازشناسی باورها. امروز هم به اون خواهیم پرداخت. شما در درون یک جامعه نقش یک زن و ارزش‌های اون توسط عوامل متعددی تعیین میشه و این عوامل شدت و ضعف دارن. یعنی اگر یک جامعه تفکر غالبش تفکر دینی باشه، بسیاری از نقش ها در درون اون دین تعریف میشه. یعنی انسان مفید، انسان صالح، انسان با تقوا، انسانی است که طبق اون نقش ها و ارزش های دینی که در درون جامعه هست
سعی میشه ترویج بشه. به همین دلیل شما در درون جامعه دینی اگر یک فیلسوف باشید، یک اندیشمند باشید، چه بسا از شما نه تنها تقدیر نشه بلکه در صدد حذف شما باشن، به دلیل اینکه شما اسباب گمراهی میشید. و شگفت‌انگیز اینه که برخی از فیلسوفان هم سعی کردن به این مسئله دامن بزنن، یعنی به دنبال کسانی باشند که حق و حقوق کافران یا کسانی که بر علیه دین اقدام میکنن رو به رسمیت نشناسن. شما نمونه اون رو فارابی در مدینه فاضله او جایی برای کسانی نیست که در دین تشکیک میکنن، اونها رو باید بیرون کرد، از بین برد. و شگفت‌انگیز اینه که پیغمبر لیبرالیسم یعنی جان لاک هم تا حدودی همین نظر رو داره و معتقد کسانی که بر علیه خدا یا دین اقدام میکنن کسانی هستند که برای اندیشه های یک جامعه میتونن مضر باشن. خب امروز میدونیم دگرگون شده این تفکر. عرضم این است که فقط روحانیون نیستن که در صدد حذف روشن فکرانن، حذف اندیشمندانی هستن که بر علیه باورهای دینی که اون رو مخرب میدونن قیام میکنن. فقط مجتهدین نیستن که چنین فتوایی بدن، نه، حتی فیلسوفان هم کم و بیش به این مسئله اشاره کردن، حالا یا تحت فشار یا هر چیز دیگری. به هر حال این تئوریزه شده، فقط نه از سوی فقها بلکه از سوی حتی فیلسوفان و اندیشمندان. به همین دلیل است که در درون این جوامع که دین نقش ها رو مشخص میکنه، ارزش ها رو مشخص میکنه، مبارزه با این ارزش ها و نقش های تحمیلی جای قدردانی داره. هرچند این جایزه مختص به خانم نرگس محمدی نیست، ایشون یک نمادی است از زنان مبارزی که دارن فعالیت میکنن، چه در برابر رژیم استبدادی، چه در برابر سنت هایی که به نوعی از سوی دیانت بر اونها تحمیل شده، ارزش هایی که اسلام خواسته به اونها دامن بزنه. شما در آیه 33 سوره احزاب مخاطبش زنان پیامبر اسلامن، اما حکمش کلی است، یعنی بقیه برای بقیه زنان هم هست. اونها رو توجه میده که شما نیاز نیست بیاید در سطح جامعه قرین خونه باشین، و قرن فی بیوت کن نه ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، برید قرین خونه هاتون باشین، تبرج نکنید. تبرج یعنی خودنمایی، یعنی خودتون رو نشون ندید، نه اینکه با پوشش نامناسب خودتون نشون ندید، نه، اساسا از فعالیت های اجتماعی که برای زنان در نظر گرفته نشده حق ندارید شما بیایید در اون جامعه. اینا مال جاهلیت اولاست، چون در عرب قبل از حالا بگیم گسترش اسلام زنان فعالیت میکردن، در امور جامعه دخالت میکردن، نقش اقتصادی داشتن، نقش نظامی داشتن، طرف مشورت بودن، مسافرت میکردن، ازدواج های متعدد داشتن. ولی اسلام سعی کرده یک مهاری رو برای زنان در نظر بگیره و اونها رو به انقیاد بکشونه. اگر حالا در آینده فرصت بشه ما حتما اندیشمندانی که سعی کردن در برابر این نوع نگاه بایستند، حالا نه اسلام، چون در جهان مسیحیت هم بود، کتاب انقیاد زنان نوشته جان استوارت میل یکی از اون کتابهایی است که نشان میده چگونه در یک جامعه ای مثل انگلستان همین مشکلات وجود داشته برای زنان، که به بهانه های مختلف سعی میکردن زنان رو از مشارکت اجتماعی منع بکنن، حق رأی ندن، حق تصمیم گیری ندن، امور سیاسی، امور اجتماعی، امور مدنی و اقتصادی در ید آقایون باشه، تحت اختیار اونها باشه. بنابراین این جوایز بسیار اهمیت داره. نکته ای که در اینجا هست این است که ما وقتی نقد اسلام میکنیم یا نقد دین میکنیم یا نقد استبداد میکنیم باید به دو مسئله توجه بکنیم. یکی داوری اخلاقی است و دیگری توصیه اخلاقی. این دو متفاوتن. حالا من تعبیری که شاید وبر به کار برده رو بعدها سعی کنیم در موردش بحث کنیم، چون وبر یه مقاله‌ای داره در مورد سیاست، البته سعی میکنه اخلاق در بود سیاسی رو مطرح کنه. حالا این صحبتی که امروز انجام شد مقدمه، بد نیست هم نگاهی به ماکیاولی بندازیم در آینده و هم نگاهی به وبر و دیگران و یک مقدار از این
بستر بیرون بیاییم که سیاست رو از چه بعد اخلاقی داریم نگاه میکنیم و نتیجه اثرات مخربش کجاست. چون امروز هم شما میبینید وجود داره، یعنی جمهوری اسلامی دست به آدم کشی میزنه، یه عده صحبت از اخلاق خاصی میکنن، گویی مثلا شما با یک رژیمی روبرو هستید که مردم رو، جامعه رو فهم میکنه و بعد میشه با او چونان چانه زد صحبت کرد. شما امروز در غزه نگاه بکنید، امروز هم در موردش بحث خواهیم کرد، در گذشته ما بحث اسرا رو مطرح کردیم و حقوق بشر دوستانه رو. حکومتی که سعی میکنه جهادگران خودش رو به سرزمین دیگه بفرسته، اما نه برای کشتن سربازان، بلکه برن یک مجلس شادی رو خراب کنن، دختران و زنان و کودکان رو به اسارت بگیرن، با آن وضعیت در شهر نشان بدن. اینا جدا از سنن نبوی نیست. من عرض کردم داستان صفیه رو من همینجا در همین تلویزیون خواندم برای شما. پس اگر میبینید یک جهادگر حماس میاد و در نوار غزه و در اسرائیل این کار رو میکنه، نگید اینها رو فقها ساختن، براعت اونهاست. نه، نه، آیات قرآن. تجاوز به زن شوهردار آیه 24 سوره نساء است. تک تک زنانی که به جهادگران صدر اسلام داده شده نامهاشون مشخصه، نحوه رفتارشون مشخصه، کدام فقیه، کدام اجتهاد. اینها با آمدن جمهوری اسلامی که ایجاد نشده، از صدر اسلام زمانی که تهاجم به کشورهای دیگر رخ داده، در همان شبه جزیره عربستان هم که بوده همین بوده. مگه صفیه در کجا بوده؟ در یه قلعه در خیبر. مگه ریحانه در کجا بوده؟ در بین زنان بنی قریظه. اگر آن زمان دوربین هایی وجود داشت، تکنولوژی وجود داشت، اینها بایگانی میشد و امروز نمایش میدادن، چهره های وحشتناکتری رو میدیدید در سطح خیابان ها. ما نمیخوایم با این باورهامون روبرو بشیم، میترسیم. در برنامه گذشته من خواندم از آقای فون هایک در کتاب راه بردگی او که گاهی ما وقتی میخوایم یه اندیشه رو کنار بذاریم، بررسی کنیم، نقد کنیم، یه جاهایی با باورهایی در تضاد قرار میگیره که خیلی برامون مقدسن، خیلی عزیزن، نمیتونیم اینا رو ببینیم. پیامبر ما این کارو کرده، قرآن ما دستور به این داده، امام ما این گونه رفتار کرد. بنابراین پاک میکنیم داستان رو با مغالطه عدم تعرض به اصول، میگیم نه، قرآنمون خوبه، خمینیه بده، پیامبرمون خوبه، اما این حکام ما هستن که بدن. حالا اگر کتابهای مغازی و فتوح البلدان ها و فتوحات ابن اعصم و دیگران رو جلوشون قرار بدید، بگید خب اینهایی که در این کتاب آمده چیه؟ اینا که دشمنان محمد نیستن، نه، همه مسلمانان مخلصن. نه، اینها قرائت هاشه یا مربوط به زمان خودش بوده. نه، اتفاقا بحثی که ما امروز به این نکته اشاره کردم همینه، بحث توصیه اخلاقی و داوری اخلاقی. وجه ممیزه این دو کجاست؟ وقتی صحبت از داوری اخلاقی میکنیم، طبیعی است که یک انسان رو باید در بستر خودش داوری کنیم. یعنی اگر میریم به زمان 500 سال قبل، نمیتونیم پادشاهان اون زمان رو با معیارهای حقوق بشری قیاس بکنیم، بگیم خب ایشون چرا دست به چنین کاری زدید. چون آن زمان هنوز اندیشه های بشری به آن درجه نرسیده که همین بحث حقوق بشر دوستانه رو اجرایی بکنه. در آن زمان جنگ ها با نهایت شدت انجام می شود، سرزمین های مفتوح غارت می شدن، زنان، کودکان، البته گروه هایی بودن که انصاف هم داشتن. به همین دلیلی که ما داوری اخلاقی می خواهیم بکنیم، تفاوت قائلیم بین کوروش و محمد، تفاوت قائلیم با پادشاهانی که سلیم بودن، با کسانی که به ظاهر انبیا هستند اما نوع رفتارشون وحشتناک. بین خلفا همین گونه است. در همان زمان تمام خلفای اموی که جنایتکار نبودن، یه عده‌ای هم بودن، آدمای بدی هم نبودن،
تمام خلفای عباسی که جنایتکار نبودن، بخششون هم آدم های خوبی بودن، اما قلیلن. در زمان خود پیامبر اسلام خیلی از صحابی او بودن، آدم های بدی نبودن، اون خشونت محمد رو نداشتن. در زمان علی، در همین جا ما خواندیم، در همین برنامه ها، زمانی که او معقل ابن قیس رو میفرسته اسرای بنی ناجیه رو میاره، از گریه و زاری کودکان و زنانش مسقلت ابن حبیر شیبانی ناراحت میشه، میگه آقا اینا رو به من بفروش. معقل با علی مکاتبه میکنه، علی میگه بله، زنان و کودکان مردم رو بفروش به مسقله. خب میفروشن به مسقله، مسقله اونا رو آزاد میکنه. یعنی یک امامی شما دارید، علی ابن ابی طالب، که برده میفروشه، و یک انسانی رو دارید که از مال خودش زنان و کودکان رو میخره آزاد. کدومی که انسانی تره؟ برده فروشی علی ابن ابی طالب انسانیه یا آزاد کردن بردگان توسط مسقلت ابن حبیره شیبانی؟ پس داوری اخلاقی در همان زمان هم مقدوره. یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم از میان خلفا کدومی کهشون آدم های خوبی بودن، اما اونها رو نمیشه با معیارهای امروزی قضاوت کرد. بله، ما استثناءات هم داره، مثلا قتل همیشه اون رو داوری اخلاقی قرار گرفته، تجاوز به اسرا. شما همین داستان رو من عرض کردم، شأن نزول آیه 24 سوره نساء برمیگرده به جنگ حنین و حوازن. یعنی مسلمانان حمله کردن، عده‌ای از حوازن رو گرفتن، توشون زنان شوهردار بودن. عرب دوست نداشت با این زنان شوهردار نزدیکی بکنه، چون اونها رو متعلق به یه مردی میدونست. پس در فرهنگشون وجود داشت که به زنان شوهردار تجاوز نکنیم. میان از پیامبر اسلام سوال میپرسن که یا رسول الله ما چه بکنیم؟ بعد آیه 24 سوره نساء نازل میشه، میگه اشکالی نداره. یعنی الله و پیامبری که حداقل اگر سکوت میکردن بهتر از این بود که اون حکم رو بیارن، حکم تجاوز به زنان شوهردار رو آوردن. پس داوری اخلاقی نیازمند این است که شما نگاه بکنید در همان زمان هم چه بسا انسانهایی هستند که سلیمن. بخشی از کار نقد دین ما همینه، میخوام نشان بدیم اون کسی که علی رو معصوم میدونه، امام میدونه، شخصیت هایی وجود داشتن که چه بسا روش اونها بهتر از روش علی بود. اندیشه اونها، ایدئولوژی اونها، دیدگاه اونها بهتر از اینها بود. این یه نکته. نکته دوم این که گاهی داوری اخلاقی بدین نحوه که شما قواعد اخلاقی رو برای همه زمانها و مکانها میکنید. اسلام این کار رو کردید. یعنی ما وقتی پیامبر اسلام رو مورد نقد قرار میدیم، به این دلیل نیست که او محدود به 1400 سال پیش بوده. نه خیر، او همچین ادعایی نداره. او میگه دین من برای همه زمان هاست، برای همه مکان هاست، ذکرون للعالمینه. هیچ باطلی در او راه نداره، هیچ کجی در او نیست. آیه 42 فصلت، 1 کهف، اینا رو بخونید. روایت هایی که فرهنگ ساخته برای شیعه، حرام محمد حرامون الی یوم القیامه، حلال او هم همین، یعنی حلال و حرام محمد تا ابد، تا قیامت حلال و حرام. خب این ایدئولوژی و روش زندگی محمد محصول در زمان حجاز نیست، به امروز هم تسری پیدا کرده. طبیعیه که من او داوری اخلاقی بکنم، طبیعیه که من او رو مورد نقد قرار بدم که چطور خدایی نمیدونه شرایط جامعه متفاوت میشه، انسان ها متفاوت میشن، نحوه زندگی گروهی رو در 1400 سال قبل تسری بده به همه جهانیان. از اون بدتر برای تحمیل این عقیده تلاش بکنه، بگه برید فتنه رو از بین ببرید، جهان رو بگیرید، قوانین خدایی رو جاری بکن، استندازی مسلمانان به سرزمین های دیگر
در راستای همین ایدئولوژی بود، بست ایدئولوژی بود، چون اسلام یک دین تبشیری است، ترویجی است. امرت ان اقاتل الناس، به من امر شده با مردم بجنگم. چرا؟ به خاطر اینکه دین اسلام حاکم بشه. روایت معروفی است، آیه 5 توبه هم در راستای همینه، که یا شهادتین بگن، نماز به پا دارن، زکات بدن، در غیر این صورت اونا رو میکشم. عمر تو ان اقاتل الناس، این اندیشه است، با مردم بجنگی. برای چی بجنگی؟ چون میخوام عقیدمو تحمیل کنم. بنابراین داوری اخلاقی در مورد پیامبر اسلام مجاز است. کسانی که دست به ارتکاب مغالطه میزنن و میگن منتقدان اسلام مغالطه یا حالا به نوعی خطای منطقی آناکرونیزم مرتکب میشن و بحث های مربوط به زمان پریشی، نه، زمان پریش اصلی قرآنه، پیامبر اسلامه. او زمان رو درک نکرده، گفته من برای همه زمان ها و مکان ها هستم. ما بارها وقتی با این عزیزان صحبت کردیم شاهد آوردیم. شما آیه 5 سوره جمعه رو مطالعه کنید. یهودیان زمان پیامبر اسلام خیلی از کارهایی که در تورات آمده بود و احکام دین یهود رو انجام نمیدادن، حالا بنابر مصالح خودشون. یهودیان زمان محمد نزدیک به 2000 سال، 1000 و اندی سال بعد از زمان موسی، حداقل بنابر زمان ادعایی یهودیان، و در یک سرزمین دیگری، نه در بیت المقدس یا اورشلیم یا جای دیگه، بلکه در حجاز، در مدینه هستند. یعنی هم زمان تغییر کرده، هم مکان تغییر کرده. ما آیه 5 سوره جمعه به صراحت اشاره میکنه، میگه کسانی که تورات بر آنان بار شد، یعنی باید اونو انجام بدید، آن را فرو گذاشتن یعنی انجام نمیدن، همانند خرانی هستن که کتاب حمل میکنن. یعنی توی یهودی در مدینه 1000 و اندی سال، 2000 سال بعد از موسی آمدی، حق نداری تورات رو انجام ندی، وگرنه این خری هستی که کتاب فقط حمل میکنه، میگی من یهودیم. این نشانه چیست؟ نشانه این است که دینها، حالا به خصوص این ادیان ابراهیمی، زمانمند و مکانمند نیستن. اینا اومدن برای همه زمانها. اگر دین اسلام زمانمنده، خب چرا الان به طرف حجاز نماز میخونی؟ چرا روزه میگیری؟ روزه کار عرفی زمان اون زمان بوده. همین نوع اندیشان دینی عید قربان که میشه بلافاصله تجلیل میکنن که فلان است، نشانه خلوص خب عید قربان یه مراسمی است مربوط به دوران توحش، بربریت، که انسان ها برای خدای خودشون قربانی میکردن خدا خوشش بیاد. چرا به حج میری؟ میلیون ها تومان هزینه میکنیم بریم حج، در حالی که در کشور ما هزاران فقیر، هزاران انسان به هر حال محتاج وجود داره. ولی چرا این پولو میبری میدی به عربستان سعودی؟ چه فایده ای برات داره؟ خب حج که یک مسئله است مربوط به عرب آن زمان، محدود به زمان و مکانه، چرا امروز انجام میدی؟ این معیارهای دوگانه شما از چیه؟ اگر اسلام معطوف به زمان خودش بوده، خب دیگه باید پروندهشو ببندیم با فوت پیامبر اسلام، دیگه نباید بگید ما مسلمانیم. مسلمان تسلیم خدا هستن. تسلیم چی خدا هستی؟ اگر آیه فلان رو که مورد موافقتت قبول داری، آیه بهمان رو که مورد موافقتت نیست قبول نداری، که تو مسلمان نیستی. مسلمان تسلیم خدا بودن. تو در اینجا تسلیم خودتی. یعنی اندیشه های تو اینه که اینو قبول کنم، اونو قبول نکن. اما نه. نقشایی از این اصول برای ما دردآوره. نمیتونیم بپذیریم پیامبرمون همه جنایت کرد. نمیتونیم بپذیریم خلفامون این کارا رو کردن. چه بکنیم؟ میگیم اینا محدود به زمان خودش بوده. نه، وقتی آیه 42 فصلت رو بخونید میگه هیچ باطلی نه قبل و نه بعد در این کتاب راه نداره.
یعنی شما امروز نمیتونی آیه 24 نساء رو بگی باطل شده. 24 نسایی که میگه به زنان شوهرداری که اسیر گرفتی تجاوز کنید. و اون وقت شما در غزه و جاهای دیگه میبینید داعش و گروه های دیگه چه کردن؟ زنان شوهردار مردم رو گرفتن تجاوز میکردن به اینا. یده اینا اسلامی نیست و چیست؟ خب بیا جلوی ما صحبت کنید. در بعضی از این پلتفرم ها دیگه آخوندها رفتن دیگه نمیمونن. کسی نمیتونه از این آیین دفاع بکنه. تا صحبت میکنید اسلام حراسی میکنن. کدوم حراس؟ ما اینا رو برای شما میخونیم. دیگه موجب حراست میشه از ما نیست. بزرگتون زمانی انجام داده، یه بزرگ دیگر روایت کرد. همشون از خودتونه. ما فقط خاک این کتاب ها رو کنار زدیم، بخشای از اون رو تحلیل میکنیم که بدونیم چرا امروز به این ادبار گرفتاریم. غزه رو میبینید، زندانهای ما رو میبینید، چند سال قبل رفتارهای داعش رو دیدید، طالبان رو در افغانستان میبینید. اینا رو ما نیاوردیم. فرهنگ سیاسی اینها از دل کتاب بیرون میاد. اونها یاد میدن اینطور برخورد کنید. طبیعی است که ما نیازمند داوری اخلاقی هستیم. اگه من سلیمانی بیام اینجا و امروز اشاره بکنم، آن چیزی که من میگم برای همه زمانها و مکانها درسته، برای همه انسانها صادقه، قطعا باید به داوری اخلاقی قرار بگیرم. که تو چطور معرفت رو برای همه زمانها و مکانها میدونی؟ اگر امروز من سلیمانی میدوزدم، کسی نباید بگه سلیمانی. حالا درسته تو در زمانی زندگی میکردی که یه عده‌ای بودن در جمهوری اسلامی میلیاردها دلار دزدیدن، یکی رفت کانادا، یکی رفت فلان جا، حالا تو کمتر دزدیدی؟ نه، دزدی دزدیست. هیچ معیار اخلاقی نمیتونه من رو مبرا بکنه که خب اگر خاوری ها و فلانی ها و اینها میدزدن، من حالا کمتر دزدیدم. نه، اینجا داوری اخلاقی ما معیوبه. دزدی همیشه دزدیه. اگه من 2 نفر رو کشتم، دلیل بر این نیست که چون خامنه ای صدها هزار نفر رو میکشه پس من مبرا هستم چون 2 نفر رو کشتم. نه، تجاوز به زنان در کجا مجاز بوده؟ میشه به من بگی؟ ما به اینها در جرم شناسی و حقوق کیفری میگیم جرائم طبیعی. یعنی در همه جوامع دزدی جرم بوده، تجاوز جرم بوده. تجاوز یعنی چیزی که شما نمیخواید و به شما تحمیل میشه. اون اگه زن و مردی با هم رابطه دارن که مورد خواست اونهاست که تجاوز نمیشه. اما شما زن مردم رو میگیری بهش تجاوز میکنی. بعد این رو در داوری اخلاقی خودت اون زمان همه بردهداری میکردن. حالا اولا که ما نشان دادیم اون زمان همه بردهداری نمیکردن. یک. دوم، من همه میکردن، تو چرا میکنی؟ مگه تو نیومدی یک چیز بهتر بیاری؟ اگه من مدعیم که من آمدم این چیز بهتری بیارم، دزدی میکنم، غارت میکنم، تجاوز میکنم، آدم میکشم، بعد میگید چرا؟ میگم خب اون کرده، اون کرده، اون کرده، منم کردم. پس چرا ادعا میکنی چیزی بهتر آوردی؟ آمدم که مکارم اخلاق رو تمام کنم. تمام شدن مکارم اخلاق رو ما امروز در غزه میبینیم. رو با نظامیان اسرائیلی درگیرید، بله، بزنید هم دیگر رو بکشید، اونا شما رو میکشن، شما اونا رو بکشید. زبان که نمیفهمی، مسائل سیاسی اخلاق خاصی داره. حالا اگه فرصت بشه که اتفاقا خیلی هم مهمه بهش خواهیم پرداخت. اما زن و بچه مردم چی کار داریم؟ بسیاری از کسانی که آمده بودن از کشورهای دیگر، در 12 نفرشون از تایلند آمدن، یه عده از اروپا، از آلمان و جاهای دیگه آمدن، گرفتنشون، کشتنشون. چیه؟ اونجا مراسمی بوده، ما میخوام قدرتمون نشون بدیم، حمله کنیم به یه مراسمی که در اون دارن موسیقی تفریحی چیزی هست، زن و بچه بدبخت مردم، بعدم پشت وانت میارن نشونم میدن. داری که داعش میکرد از اسرا رو میآورد به مردم نشون میداد، گفت ببینید چطور میکشیم، گردن میزنیم. درست کردم در داستان اسرای بنی قریظه،
زمانی که اسرا رو آوردن، حالا تعدادشون اختلافی است، 300 نفر، 500 نفر، 700 نفر، حسید ابن حزیر به محمد گفت که یا رسول الله دوتا دوتا ببرید در محله های مختلف مدینه، اینا رو گردن بزن که این محلات ببینن و دیگه جرأت نکنن بر علیه ما کاری بکنن، یعنی نمایش عمومی بدیم توحش خودمون رو. حالا اون زمان اگه دوربین بود، محمد و اسید ابن حزیر و علی و زبیر و اینهایی که مسئول و دستن در کار بودن نشون میدادن، اینا رو نشون میدادن، ابایی هم ندارن نشون بدن. بله سخته، 1400 سال تحمیق شدیم از این جماعت، برای ما مکارم اخلاق و همای رحمت و انواع و اقسام اینا ساختن، یه عده برامون ترانه خواندن، یه عده تو شعراشون اینا رو بالا بردن، ما هم باورمون شد، گفتیم بله. بیشم جرأت نداشت این حرفا رو بزن اصلا. جان عزیزه، حالا امروزه این فضاها بیشتر شده. عقاید ما رو از ما نگیرید. بذارید ما تو همین جهالت و حماقت و بلاهت خودمون بمونیم. ما دوست داریم اینا رو. شما مردم فلسطین نگاه بکنید. تاوان چیو میدن؟ یک گروه تروریستی قدرت گرفته، پولش از جای دیگه ای میگیره، جنگ افروزی میکنه، اونم میزنه ساختمونها رو خراب میکنه و انواع اقسام. کی بدبخته؟ همون مردم بیچاره. اینجاست که دوباره برمیگردم به اون دیدگاه ماکیاولی که اگر جامعه‌ای داره فضیلت باشه اجازه نمیده یک حاکمی کیان کشورش رو به خطر بندازه. ما هم وظیفه داریم فضیلت‌های خودمون رو به کار بگیریم، همون فضیلت‌هایی که حتی به نظر من ماکیاولی میگه که حکومت‌ها به کار میگیرن برای که جامعه رو تحت انقیاد نگه دارن. یا حاکم مستبد از فضیلت‌های استفاده میکنه که البته ماکیاولی از اونها نام‌هایی میبره که بعضی ها فضیلت اخلاقی نیستن، مثل ریاکاری، دروغگویی، خشونت، چون برای دوام حکومت ضروری است. اما همونها برای مردم هم هست، انقلاب یکی از اونهاست. وقتی شما حکومتی رو میبینید که مطالبات شما رو با گلوله جواب میده، یک بار، دو بار، ده بار، بعد چه میکنید؟ همینجوری کشته میدید؟ یکی یه جایی باید با عقلانیت، با درایت، از همان فنونی که حکومت برای دوام خودش استفاده میکنه برای به زیر کشیدنش استفاده کرد. در سیاست به این مکتب میگن واقعی گرایی سیاسی. نکته دوم این که در کنار داوری اخلاقی توصیه اخلاقی هم داریم. در اینجا نقد ما بر ادیان یا استبداد برمیگرده به خصوص به این مسئله، یعنی داوری اخلاقی امریست مربوط به گذشته که البته زمانی با اون قیدهایی که عرض کردم آن شخص یا اون اندیشه مربوط به گذشته باشه. ما نمیتونیم اون اندیشه ها رو یا اون شاهان رو یا اون خلفا رو با اندیشه های امروزی مقایسه بکنیم، خطاست، مگر اینکه اونها خودش رو از زمان بیرون بیارن. اما توصیه اخلاقی مربوط به آینده است، یعنی ما چگونه رفتار بکنیم که در آینده وضعیت خوبی داشته باشیم. ادیان سعی کردن، حالا بگیم دین اسلام به خصوص، بین این دو تلفیق قائل بشه، بگه معیارهای اخلاقی من 1400 سال قبل بوده اما توصیه من اینه که برای همه زمانها باشه. یعنی یک زن مسلمان مهمی نیست که در حجاز زندگی کرده، اما معیار اخلاقی من به عنوان یک توصیه اخلاقی برای آینده هم هست. پس طبیعیه که اینجا ما باید اون رو مورد قضاوت قرار بدیم که آیا این توصیه اخلاقی زندگی من رو بهتر میکنه؟ اگر پدرم به من وصیتی کرده، توصیه و سفارشی کرده، آیا زندگی من رو بهتر میکنه؟ این داوری اخلاقی است در مورد توصیه، ببخشید، داوری اخلاقی در مورد توصیه اخلاقی است، یعنی جایی که ما باید نگاه بکنیم
با کدوم یک از این معیارها میتونیم زندگی بکنیم؟ کدوم یک از این روشها میتونیم زندگی بکنیم؟ اینجا بود که ما در گذشته بحث حقوق بشر دوستانه رو مطرح کردیم. یعنی دیدیم حقوق مخاصمات جنگی در درون ایدئولوژی های گذشته جوابگو نیست. اینکه جایی رو گرفتیم غارت بکنیم، زنان رو بکشیم، کودکان رو بفروشیم، مردان و اسرا رو گردن بزنیم، خوب نیست. بنابراین طرحی ریختیم که بتونیم با یک حقوق بشر دوستانه از شدت جراحات و صدمات به اشخاصی که درگیر در جنگ نیستن، اماکنی که ربطی به جنگ ندارن، خودداری بکنیم. ساختارهایی که ربطی به جنگ ندارن، منابعی که ربطی به جنگ ندارن، به اونها صدمه نزنیم. پس نقد دین، نقد استبداد برای توصیه اخلاقی است. یعنی اگر ما به نقد استبداد گذشته میپردازیم، برای این نیست که اونها رو قضاوت بکنیم. نه، رضا شاه آدمی بود مربوط به زمان خودش، داوریش هم در همون زمان باید انجام بشه. ما اگر با معیارهای امروزی تطبیق میدیم، برای این است که توصیه اخلاقی مرتکب، یعنی دوباره دنبال استبداد نریم چون سرنوشت همینه، دوباره دنبال ولی فقیه نریم چون سرنوشت همینه، دوباره دنبال حکومت دینی نریم چون با معیارهای امروزی مطابقت نداره. بعضی از دوستان ما این دوتا رو تفکیک نمی کنن. یادشون میره که داوری اخلاقی یک شخص برای توصیه اخلاقی است. یعنی ما اون دیگری رو نقد می کنیم با اینکه در زمان خودش خوبیایی داشته، بدیایی داشته، برای اینکه دوباره جلوی اون بدیها رو بگیریم. نقدها برای اینهاست، دوباره مرتکب اون اشتباهات نشیم. بنابراین عرضم این است که وقتی در مورد حقوق زنان صحبت میکنیم، نقد اسلام، نقد فضای حاکم برای این است که در توصیه اخلاقی ما سفارشاتی بکنیم که به نفع ما باشه. امروز در مرحله هستیم که میبینید زنان ما در برابر یک ساختاری که برای ما توصیه اخلاقی کرده، به نوعی وصیت کرده، توصیه کرده که زنان اینطوری باشید، اینجوری زندگیتون خوب، در برابر اون ایستادن. ای مؤمن مسلمان، در برابر حکومت اینطوری باش. ما دیدیم نه، نمیشه. بنابراین توصیه اخلاقی رو کنار گذاشتیم و این مربوط الان هم نیست. یکی از این ساختارهایی بوده که در گذشته ایجاد شد، همش هم ربطی به دین نداره، بخشیش در درون ساختارهاست. خود ادیان هم که در ساختارها ایجاد میشن، بخشیش از اون ساختارها وام میگیرن. شما برید در ایران باستان نگاه کنید، خیلی قدیم، 3000 سال، 4000 سال قبل، دوران ایلام، شما میبینید زنان دارای حقوقی هستن چون مناسبات و ساختارهای اجتماعیشون به نحوی است که زنان هم مشارکت دارن، برجستگی دارن، خدایان زن دارن. مثلا در ایلام پینیکر یه خدایی است، زنه. کیریشای خدایی است، زنه. در میان عرب هم همینه. لات و منات و عزا دختران خدا بودن. شما نمیتونید چیزهای بد رو به خداتون نسبت بدید، اون چیزهایی رو به خدا نسبت بدید که قبول دارید. پس نزد عرب آن زمان دختران یا زنان ارزش داشتن. این برمیگرده به اون ساختارهای جامعه. اگه جامعه ساختاری داشته باشه که در اون جنگ اهمیت داره، پهلوانان جنگی خب حقوق بیشتری میگیرن چون امنیت اون جامعه به اونها بستگی داره. اونها هستن که جامعه رو حفظ میکنن و در نتیجه اونها به قدرت هم میرسن. امروز اگر ما به دنبال این هستیم که جوامعی که داره تکنولوژی هستن، علم و صنعت هست، شما میبینید نخبگان کسانی نیستن که زور بازوی زیادی دارن، نه، کسانی هستن که فکرشون کار میکنه، اندیشهشون کار میکنه، چون مناسبات جامعه دگرگون شده. امروز یک اندیشمند، یک صاحب صنعت، صاحب فکر، کسی که میتونه تکنولوژی رو ثبت کنه، دست به اختراعات و اکتشافات بزنه، مهم نیست جسش 30 کیلوه، 40 کیلوه، اون یکی دور بازوش فلان قده، نه،
او هست که از مواهب ثروت بهره منده. به همین دلیله که شما یه جوان نحیفی رو میبینید رئیس شرکت فلان نیست، اما 10 تا بادیگاردی داره با اون هیکل ها، به اونها حقوق میده. در حالی که اگر ما 3000 سال قبل بود داستان خیلی متفاوت بود. این یکی باید زجه میزد که اونها اون رو نکشن، مالش رو نبرن. زنان هم در چنین وضعیتی بودن. یعنی زمانی در اون جوامع مادر سالاری بود، مادر پادشاهی بود. ما وقتی به انسان شناسی نگاه میکنیم، به ادیان اولیه میبینیم نمادهاش هنوز امروز هم وجود داره. زنان به خاطر کارایی که داشتن، چه در زاد و ولد چه در کمک کردن، دست بالاتری نسبت مردان داشتن. وقتی شما دست بالاتر نسبت به مردان دارید، برای خودتون یه حقوقی رو به رسمیت میشناسید، بر اساس اون ساختار تشکیل میدید. همین دلیل در دوران ایلام و حتی بابل شما در لوحه حمورابی و دیگران میبینید زنان هم داره حقوقی تقریبا نزدیک به مردان هستن، حالا متفاوت هست. دلیلش اینه که از اون زمان، یعنی از ایرامیان تا بابلیان، متفاوت شده. عصر هخامنشیان که برمیگردید میبینید زنان دارای حقوقی هستن، چون هنوز زنان داره اون کارکردها هستن. بعد وارد دوران ساسانی که میشید میبینید شکاف ها بیشتر میشه، یعنی حقوق مردان خیلی و حقوق زنان کمتر میشه. در دوران اسلامی هم که داستان دگرگونه، چون زنان نقش خاصی ندارن جز فرزند آوری و برخی کمک های خاصی که نیاز هست. بار کارهای جامعه به دست مردان، خب طبیعی مردان برای خودشون حق و حقوق قائلن. و این شکاف ها وقتی ایجاد میشه، یک ساختاری ایجاد میشه، نهادی ایجاد میشه، سنت ها به وجود میان که دیگه بانوان تحولگرا، کسانی که به دنبال تغییر وضعیتن، کار آسانی ندارن. شما در درون یک جامعه دینی منتقدان ادیان در حالا بگیم 30 سال قبل 40 سال قبل کار بسیار دشواری داشتن. همین دلیل تک چهره ها هستن. اما امروز فضا خیلی فراهم شده، حالا چه شرایط فکری جامعه، چه از باب تکنولوژی، و به همون اندازه هم منتقدان زیادی وجود دارن. یعنی اگر به من ایمان سلیمانی میخواد نمره 10 بدید، به آقای مشیری، به آقای فاضلی باید نمره 100 بدید، به احمد کسروی 1000 بدید. چرا؟ چون اونا بیشتر زحمت کشیدن، شرایط برای اونا دشوارتر بوده. به مرور وقتی این موج حرکت میکنه، افراد جدید میان، گروه های جدید میان. در برابر یک ساختار ایستادن بسیار اهمیت. ما از عصر مشروطه و حتی قبل از اون زنانی داشتیم برای حقوق خودشون قیام کردن، خودنمایی کردن، خودشون رو نشان دادن، که با موج همراه نیستیم. ما با شما نیستیم. شما اگر یک دینی دارید، یک آیینی دارید و میخواید من زن رو نگه دارید، من نیستم. شما از طاهره قرة العین بگیرید که سعی میکنه کشف حجاب کنه، خودش رو نشان بده، از اون حصارها بیرون آمده، تا کسانی که در دوران مشروطه هستن مثل شمس کسمایی، یک شاعره است، انجمنی هم داشته در اشقابات، صدیقه دولت آبادی، شمس الملوک جواهر کلام، حتی دخترانی در نزد ناصرالدین شاه، تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه است. خیلی او رو از نخستین زنان فمینیست میتونن. این افراد کسانی هستن که در برابر جامعه ساکت نمیشن، قیام میکنن، اما صداشون خب ضعیفتره، محدودیتشون خیلی بیشتره. و به مرور زمان زنان جدیدتر با الگو و الهام از اونها به وجود قدرت میگیرن، کار میکنن، صداشون در ابعاد مختلفی شنیده میشه. همین دلیل است که چون این جوایزی اهمیت داره برای من. این جایزه متعلق به همه زنانی است که در حال مبارزه هستند در برابر استبداد، در برابر این ساختارهایی که
سعی کرده اونها رو نگه داره، اما اونها تن نمیدن به این ساختارها و طبیعی بسیاری از مردان هم در کنار اونها خواهند. این نکته نهایی این است که امیدواریم این جوایز که صدای این عزیزان رو رساتر میکنه، بلندتر میکنه، به همان اندازه هم به وسعت مطالباتشون افزوده بشه. فقط نگن دغدغه ما حجابه، فقط نگن دغدغه ما رفتن جمهوری اسلامیه. اینا دغدغه های ما هست، ما دغدغه های بزرگتری هم داریم. باید مبانی حقوق بشری، مبانی سکولاریسم، مبانی آزادی های مدنی و اجتماعی در درون جامعه تحکیم بشه. دغدغه زنان ما فقط حجاب نیست، بسیاری از حقوق اولیهشون رو ندارن در خانواده. بنابر همون ارزش گذاری های اسلام، زن حق ولایت بر فرزند نداره. فرزند مال باباشه. انت و مالک لابیک، تو و مالت مال باباتی. یعنی اگر مادری ببینه، حالا به هر حال شوهرش، همسرش آدم ناسالمی است، میخواد حق ولایت بر فرزند رو داشته باشه، نمیتونه تا زمانی که پدر زنده است و جد پدری او، یعنی پدر بزرگ این فرزند. این دو اگه نباشن و تازه اگه وصی هم تعیین نکرده باشن، یعنی چی؟ یعنی عمق فاجعه اینجاست که اگر من ایمان سلیمان برای فرزند خودم که حالا پدر منم فوت کرده و پدر بزرگی نداره، یه وصی تعیین کردم، اون بقال سر کوچم، گفتم مثلا کربلایی حسین بعد از من وصی فرزندم، حقوقی که کربلایی حسین نسبت به فرزندم داره مثل من، چون من میشه ولی قهری و مادرش این حقو نداره. اگر من فوت کنم، پدر بزرگی نداشته باشه، وصیی هم از جانب ما تعیین نشه، حالا مادر حق داره که در کنار بقیه افراد مثل عمو، پسر عمو و گروه های دیگر در دادگاه به عنوان قیم تعیین بشه. و قیم هم خب کسی است که کارهای او باید با مشورت دادگاه باشه. همین دلیلی که شما میبینید خانوادهی که جدا شدن، یعنی پدر و مادر یک فرزندی جدا شدن، این دختر بزرگ میشه 20 سالش، وقتی میخواد ازدواج کنه میگن اجازه بابات نیاز، اینا بابای 20 سال دختره رو ندیده است، میگن نه چون ولایت داره بر تو. حالا اگه بابا رو پیدا نکنه با هزار جور مشکل، بعد از دادگاه اقدام، که اینها همه راهکارهایی است که بعدا قرار داده شد. یا زنی که در درون جامعه حق طلاق نداره، با یک عقد وارد میشه و دیگه مجبوره تا آخر اون مرد رو تحمل کنه، مگر اینکه حالا اون مرد دلش بسوزه یا گرو کشی بشه و بعد بیاد بیرون. و این نقش ها و ارزش ها دیگه امروز مطابقت نداره. امروز در جهان غرب یک مرد نمیتونه با زن خودش نزدیکی بکنه اگر او راضی نباشه. تمتع جنسی نیاز به رضایت دو طرف داره. اما در اسلام نه خیر. امام جعفر صادق گفته زن باید خودش رو برای مرد آماده کنه، حتی بر پالان شتر. هر کجا تو بیابون اینوری دلم خواست شما موظفی به من خدمت کن، من ازت تمتع جنسی ببرم. خب این ارزش های امروز مطابقت میکنه واقعا با ما. بنابراین طبیعی است که ما در کنار داوری اخلاقی، توصیه اخلاقی هم باید انجام بدیم و امیدوارم این عزیزان برنده جایزه نوبل صدای رساتر داشته باشن، کمی فضا رو گسترده تر ببینن، طرحی برای آینده ایران بذارن که دوباره ما درگیر نظام‌های حقوقی تبعیض‌آمیز بر علیه زنان نشیم و بانوان دیگر هم سعی کنن واقعا جدا از مسائل سیاسی که اهمیت داره به مبانی و ریشه های این تبعیض بپردازن، نترسن. آن تبعیضی که ما امروز در جامعه دوچارش هستیم، بخش اعظمی از اون که کار فرهنگیست به دین مربوطه. دین یک عنصر مهم در فرهنگ ماست.
فرهنگ سیاسی ما رو ساخته، فرهنگ اخلاقی ما رو ساخته، فرهنگ مدنی و اقتصادی و همه چیز ما رو ساخته. یه جایی ما باید در برابر این فرهنگ بیستیم و عناصر غلط اون رو کنار بزنیم. مرتکب مغالطه توسط به اکثریت هم نشیم. اکثر مردم ما دیندارن و نباید این کار رو بکنیم. نه خیر. اگر اکثر مردم دین دارن و نباید این کار رو کرد که اصلا جوامع پیشرفت نمی کنن. تمام روشنگران و روشنفکران بر علیه جامعهشون ایستادن. حتی خود انبیا. مگه محمد زمانی که در مکه ظهور کرد اکثر جامعه خداپرست بودن؟ نه خیر، هر کسی دین خودش رو داشت. و اولین مسلمان بود آمد و یواش یواش خدیجه و ابوبکر و علی و دیگران هم کنارش جمع شدن. فراگیری اندیشه ها همیشه از یک انسان شروع میشه، صحبت میکنه، دلایل خودش رو میگه، تبدیل میشن به دو نفر، به ده نفر و به مرور زمان این اندیشه ها گسترش پیدا میکنه. من میخواستم در مورد غزه هم صحبت کنم ولی خب نماند، برای برنامه روز پنجشنبه میمونه. یک نکته دیگری هم در مورد بحث ورشکستگی بود که ورشکستگی به تقصیر خواهیم رسید، بحث امر به معروف رو مطرح خواهیم کرد و مشکلاتی که برای بانوان ما هنوز هم وجود داره. دختر عزیز دیگری به نام آرمیتا گراوند هم باز هم میبینیم درگیر این فرهنگ متاسفانه شیانه ای شده است تحت عنوان امر به معروف، که این هم یک فرهنگ غلط دینی است که مجاز میکنه افراد رو وارد زندگی مردم بشید، برید اونها رو مورد تجسس قرار بدید. حالا در گذشته هر مؤمنی این وظیفه رو داشت، امروز دیگه تبدیل شده به یک ساختار و یک سیستم. اینها باید مورد نقد قرار بگیره و ما ببینیم درد چه چیزی رو تحمل میکنیم و امیدواریم این بیماری و سرطان رو به نوعی آرام آرام درمان. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. امیدوارم تا برنامه دیگر که بتونیم به بازشناسی بخشی از این باورهای غلط بپردازیم در خدمت شما باشیم. پیروز باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.